سفر بعدی داره شروع میشه. تجدیدی که تو دستمه برای تو مسیر برگشته کوله یه که دارم تا برم مطبی رو ببینم و سوارش کنم را بیفتیم. متین از ترمینال اومده سر کوچه ما بایستاده. بدم ببینم کجاست. آره اونجاست. آقا جنگل مخلص ارادت شدید و وحشت بذارم اینجا. متینه اینه که گفتم یهو برنامه من خیلی یه دفعه ای شد اصلا خیلی چیز نفکم یه نصفه روز چند سر بشنه تو بایزو دوازده شب تازه همه هنگ نشونش اینجاست. من کمربندم رو یادم رفته بیارم. یه کمربند در واقع یعنی در این حد عجله برنامه ریزی کردیم. که میخواستیم الان دو تا آپشن داریم که یه دونه این تنگه هست که پیمایشش بکنیم تا یه جایی که سطح صاف داره و خلوت تره بتونیم کمپ بکنیم، که به دلیل اینکه پیشبینیمون اینه که بارون، یعنی پیشبینی شده که بارون میاد، ترجیحمون اینه که این رو نریم. ولی یه مسیر دیگه هم هستش که این بالاه این وره که اون مسیر رو میره بالا و از بالا میریم که اون دیگه حالا آب نداریم توش دیگه. حالا بریم ببینیم کجا رو میریم. اون راست رو بریم دیگه. اون که این که هست. اون راست رو نرفتیم. بعد اینجوری باید دور بزنیم. اون بسته یه دادش دیگه. خب ما دم جنگلبانی وایستادیم. اول ببینید اینجا رو. اینجا یه رودخونه نیست این داریم رو بالا ها رودخونه رو یه نقشه به ما داره نقشه این شکلی که یه چالشی که داشتیم بنده خدا خیلی چون اعتقادی به کمپ و اینجوری نداشت خیلی راه نمایه همش میگو بیایید اینجا پیش ما بمونید. گفتم نه میخوایم شب تو جنگل بمونیم و خب کچی بشه این برمیگرد امامزاده بکنم اونو با هم مستقیم میرفتیم. آره ببین داره میره ارتفاع مثلا اگر میره دور بزن. آره حالا ما برنامه‌مون اینه که بریم و ببینیم کجا میشه موند، ماشینو کجا میتونیم بذاریم برگردیم پیاده بریم اونجا. ماشینم خاموش شد. خیلی خوب
الان اینجا یک چیزیه تو نقشه نشون بده. ببین تو نقشه توپوگرافیش یه دره است کاملا، اصلا معلومه اون عمقش. به نظرم بریم پشتش. این یارو این بالا رو ببینیم. آره اگر چیز نشد برگردیم بریم چیز. آره میتونیم بریم همون لبه رودخون، تو رودخونه رو بریم هند ریل بکنیم بریم یه جا پیدا دیگه. ما نعنو آوردیم دیگه، حالا زمین هر چن باشه دیگه دو تا درخت داره که ما بهش آویزون کنیم. میشه دقیقاً همون چون اولویت آب است. آره. آبو داشته باشیم، حالا بقیه چیزا رو چقدر پیدا میشه. نریم تو دیوار. بعد از سعی و تلاش بسیار به نتیجه رسیدیم که این مسیر چون ماشین رو نیست، یعنی به این حاله گله و جلوترش هم اصلا بسته است و مسیری که میخوره به کنار رودخونه، ماشینمون رو تونستیم یه جا بذاریم که با یک خانم مسنی هماهنگ کردیم که ماشین رو بذاریم تو پارکینگش که خیالمون راحت باشه و بریم که این مسیر رو بریم، این مسیر کنار این رودخونه رو. بریم تا یه جایی رو پیدا بکنیم مناسب بتونیم بریم بالا که اقامت بکنیم. این از اون مسیراست که اگر که ترک و اینا رو بخونید میگن به دفعات از روی رودخونه رد شدیم، ولی تا اینجاش رودخونهش جوریه که خیلی راحت میشه رد شد چون عمق خاصی نداره و ما دنبال اینیم که خود بریم جلوتر بتونیم یه جای بهتر پیدا بکنیم و تکنیک هم که داریم استفاده میکنیم برای مسیریابی همون هند ریلینگ دیگه، کنار رودخونه رو گرفتیم داریم مستقیم میریم تا ببینیم که به کجا میرسیم. چه جنگل باحالیه، خیلی باحاله، فقط یه خورده زمین خیسه که نعنو آوردیم دیگه. خیلی خوبی بود. آره. با توجه به اینکه زمین هموار نیست و اینکه خیلی خیسه و دو روز بارون رو داریم، پیشنهاد ما از اینجا جفتمون نانو آوردیم و اینکه بخوایم کمپ نانویی داشته باشیم. و نانو به جز عشق و حال و اینجور چیزا، یعنی کلا ریز بد هر چیزی که بالای زمین باشه، خیلی برای این فصل ها و این لوکیشن ها و مثلا برای جنگل که فضا برای نصبش زیاده، چون قطعا اگر زمین رو ببینید و این بافت درختی رو ببینید اینجا ما هیچ آفتابی نداریم که این زمین رو خوش بکنه و بخواییم امیدوار باشیم. اینجا چقدر قشنگه. نه این ور این ور این زنگر واو. و یکی از دفعات دیگه که داریم از رودخونه رد میکنیم. و چی داشتم گفتم، آها، و کمک میکنه که خب الان دغدغه ما رو رفع کرده دیگه. الان ما میدونیم که هر جایی که اراده بکنیم اینجاها میتونیم که نعنمون رو ببندیم به دو تا درخت، چون بارندگی هم هست دو سه روز آینده، و تارپمون هم بکشیم بالاش و راحت بتونیم سر کنیم.
ما حدود فکرم 40 دقیقه هست، یه 40 دقیقه از روستا آمدیم جلو، یه لوکیشن اونجا پیدا کردیم اونقدر که میخواستیم بیکر نبود، ولی صاف بود و بد نبود، میشده کاری کرد. الان میخوایم بریم، با وجود اینکه احتمال بارون هست میخوایم یه سری بریم تو این تنگه برگردیم که تا بارون شدید نشده، ما تا کولامون رو میخوایم بذاریم اونجا با این کوله فرارامون و حالا تجهیزات ضروریمون، یه سر بریم اونجا که اگر یه خورده سبکتر بریم جلو که دوباره مجبور نشیم تو این آب و تو این شرایط با این وسایل برگردیم. اونجا خیلی دیگه تنگه داشت، تنگ میشد و مسیر رفتنش دیر سخت بود، الان هم دیرمون شده چون که بارون داره یه خود شدیدتر میشه، ما هم خیلی کار داریم، هم باید هیزم جمع کنیم، سرپناه اینا جایی محل کمپمون هم هنوز کامل مشخص نشده، وقت هم کم داریم، هم دیر تاریک میشه، بریم ببینیم مناسب ترین جایی رو که میتونیم پیدا بکنیم برای کم کجایه. من اونجا هم برای اونجا بمونیم. خب ما محل کمپمون رو انتخاب کردیم، قراره که اونجایی که متین داره نصب میکنه و نصب کرده یه دونه نانو زیر تارپ نصب بکنیم از این درخت تا این درختی که من کولم آویزون کردم، یه نانو، یعنی اینطوری دوتایی اینجا نانوامون و تارپامون باشه، سرپناهامون باشه، این وسط هم یه آتیش درست بکنیم بین اون درختی که متین جلوش وایساده و این درختی هم که من کولم آویز کردم، قراره یه تناب دیگه بکشیم که بتونیم با یه تارپ دیگه یه فضایی رو درست بکنیم که زیرش بتونیم بشینیم و حالا به جز زمان خواب چیز کنیم، خیس نشیم. چون بارون داره شدید میشه ما خیلی فرصت نداریم، این تارپ رو ما، تارپی که رو نانواست، از این چی اسمش، محل اتصال دوم وصلش میکنیم به زمین، هم این بر هم اون بر هم اون دو طرف دیگه، این وسط هم متین و من هم این بر نانومو نصب میکنیم و اتفاقی که میفته، متین اونجا رو میتونی نشون بدی؟ آره این دوتا رو به هم وصل میکنیم و این دوتا رو از این بر که یه فضای بسته میده این زیر که قشنگ بارون هم بیاد این فضا رو داریم و نخیس میشیم، بادم که بیاد اینجا چون از چهار طرف بسته است ما اون تو میتونیم گرم بمونیم. حالا چون فرصت نیست من کلیتشو نشون دادم، این گراهارم که قبلا تو فیلمای قبلی که داشتیم که چجوری اینو وصل بکنیم راجبش صحبت کرده بودیم، کلیاتش هم که به این شکل دیگه، یعنی تارپ رو نصب میکنیم و در ادامه نانو و سایر داستان های اون چیه؟ نه بابا اون زیاده، اون اینقدر
کم میاد. چرا کم میاد؟ چی باید بکنم؟ کم خوب میاد. کم شو؟ این چه خوب کم داله یکی شوتاتر بشه. آره نبودم نه. سه تا یه مکسو میزنم بعد. یه متر نیمی را نداره؟ نه کمه. سه متر الان داره. چهار متر. یک دو سه این کم باید تقریباً کسی کشی هم بودش. خب این کم سایت ما شد این شکلی. این تارپ منه و نعنوم توش که حالا چون فرصت نشد فردا نشون میدم، چون یه اتفاقی افتاد که الان اتفاقا خود متین گفت که راجبش صحبت بکنیم. یه دونم اینجوری زدیم که اونجا بشینیم، آتیش اونم اونجا، اونم که اون پشت محل نعنو و تارپ متینه. این شکلی میشه کلیت تارپ اگر ببینید. و اینکه از این برم اینجوری بسته میشه که حالا این وسطی هرم میتونید ببندید اینو که یه خورده باز نیازی هم نیستش، در حد اینکه یه خورده فضای بسته تری بهتون بده به نظرم کفایت میکنه. اینم محلیه که ما روش کم کردیم در دل جنگل. هیزوم ریخته، آتیش اونم روشن کردیم، هیزوم ها رو گذاشتیم خوشه. و اما آقا متین، بله آقا متین، متاسفانه یه لحظه بی احتیاطی میتونه خیلی 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 سنگین تموم بشه برای آدم. همونطور که میبینین دستمو کلن زدم تیکه پارش کردم. وقتی که جنگل بارونیه میرید چوب جمع کنید و چوبا خیسه، حتما از دستکش استفاده بکنید. و بعد اینکه میخواید چوبا رو خرد بکنید بازم از دستکش استفاده بکنید، چون ابزار برش واقعا شوخی نداره. همینطور که میبینید انگشت شست دست چپم خیلی عمیق برید و اگه پودر انعاد خونی که محمد رضا همراهش داشت نبود واقعا خیلی سخت میشد امشب برامون. خدا رو شکر الان متینم بهتره، ولی بحث دستکشه واقعا جدیه، چون برای خود منم یکی دو بار اتفاق افتاده. حالا برای من به عمیقی متین نبود. یه دقیقه آقا، یه دقیقه اینا نکن، یه شکاف بده اینا رو اینجوری بذار توش، اینجوری آب نمیشه. چرا؟ اینجوری آب میشه. خب شکاف اینجوری بده وسطش اینا رو بکن. آقا اجازه بده. این آقا دو خود برد بله. و همین دیگه، ما امشب رو اینجا سهر کنیم چون کم کم داره تاریک میشه و خورده ایزوم میزوم جمع بکنیم. و ایزوم که البته ریخته رو زمین ریخته و یه سری درخت خشکم اگر ببینید اونجا هستش که همه رو میتونیم خورد خورد استفاده کنیم. مشکل اصلی که داریم چون بارون داریم میده تمام کفشامون و لباسامون خیسه، که حالا باید ببینیم که امشب رو بگذرونیم تا فردا یه خورده فرشتر. متین هم ببینیم که تا فردا اوضاع احوالش اگر بهتر بشه بتونیم یه خورده بیشتر توضیح بدیم و محلمون رو نشون بدیم. و همین دیگه. من اصولا توی فیلمایی که میذارم شبو خیلی فیلمی ازش ندارم، چون یه مشکلی که دارم اینکه نورپردازی یکی که حس و حال شبو خیلی نمیشه نشون داد. ولی امشبو گفتم که سعی خودم بکنم که حس و حالشو نشون بدم. این کمپ ما، بارون داره میباره، متین okay.
تو نور هست بهت؟ آره آره فکر کنم هست الان خوره. ساعت نزدیک نو نه روبه نه روبه از ساعت اه. تقریبا پنج و نیم شیش بود تاریک شد. تاریک شد و پنج و نیم شیش بود تاریک شد و از ساعت دو نیم سه بارون رو مدام داشتیم دیگه. اینجام اگر ببینین یک کوچولو هیزم داریم و اونجام اگر ببینید هیزمای بیشتر جمع کردیم که هیزمای خیلی خشکه که جمع کردیم که احتمالاً تا یک و دو شب هیزم خواهیم داشت. ساعت 10 خوردی. متین در حال مصرف نسکافه. خیلی استفاده. آره، منم که خوابیدم، دراز کشیدم از صدای بارون و بوی دود آتیش و صدای رودخونه لذت میبریم. فوق‌العاده است واقعا. هوا خوبه، سرد نیست واقعا به اون صورت. حالا ببینم پتو انداختم من نسکافه بخورم که من آتیش حال میده وگرنه که استایلم وگرنه که سرد نیست واقعا. یعنی اگه شما هم اینجا بودین میدونستی که واقعا سرد نیست. ما همینجوری مرامی داریم اصلا کسی چیزی نگفته بود خودت تماشاگران عزیز این ویدیو قبلی ضبط نشد شما بدونی این آقا چی میگفت. خب یه طرفه قضاوت نکنی خلاصه. حالا میبینید من پتون کشیدم و نسکافه میخواه از کسی چیزی که خب من پیرو صحبتام دو ویدیو قبلی گفتم که متاسفانه ضبط نشد ولی هوا خوبه کار ندید. آره خیلی هوا خوبه، خدایش هوا خوبه، خیلی هوا خوبه. فوق العاده است. بعد باید پتو بندازیم نسکافه بخوریم. خب این توی محل خوابه نهنویه که توری داره که این توریش تنابش پاره شده و تارپی که روی سرمونه و این هم که فضای میرونه. صبح بخیر. سلام، صبح بخیر.
نمکش کمه؟ خود بیکن یه خود نمک داره ها. نمک اصلا نداشت چون تاک کنم باید من به اوه اینکه بیکن داره دیگه نریکن. اون فلفل قرمزه این نمونه هم عدی هست که خیلی خود دوستش داریم. عدی ولی چی؟ وی بلوچیه. من دقیقا سیفه اون نکنم روزانه اون آلیه شلوار تو جورا خواب پا شدیم دیگه. چه خوابی هم بودیشه دیشب ببین چجوری خوابیدیم که من چجوری خوابیدم. متین یه دفعه نهنوش پاره شده خورده زمین مثلا نفهمیده. حالا منم دستم زخمیه بعد من چاقو به کمر همه همیشه خوب خرس بیاد چجوری میفهمم من دقیقا میگم دستم زخمیه به جای اینکه بلند شه حالا کمک کنه گرال خودم با بدبختی با این دست زخمی زدم. آقا خوابه اگه دی زمانی خرس منو میخورد اصلا نمیفهمیده. نه ولی داشتی صدا میکردی یه دفعه پاشدم اون دفعه کی بود؟ پاشدی دوباره خوابیده. نه پاشدم گفتم داری آره توی متین چه کی بود؟ آره پتو میخواستم در بیارم بعد تارپ صدا میداد. قبل از این اتفاق بود؟ نه بعدش بود. خب ما یه صبح روز دوممون شروع شد رسمن. یه خورده سر حال اومدیم نسکافمون رو خوردیم الان یه خورده راه بیفتیم بریم یه چیزی پیدا بکنیم یه خورده هیزم و اینا جمع بکنیم یه چند تا چوب خاص میخواییم برای اینکه بتونیم پاتهنگر و اینا درست کنیم و همین. اونم متینه که اونجاست که واسده. خود این خوب نیست. نه خیلی چزید. آره همون آره نه همون تو پکن تو سر آره نه حتی این بر این بر خست آره بسته دیگه آره باید اون پاتو بزن زیرش پاتو بزن زیرش زیرش زیره زیره تنه آره بزن زیرش آها
خب این دو تا وای برانچز که قرار بود که به عنوان هولدر اصلی این داستان باشن، نگهدارنده این داستان باشن، و اینکه حالا ما بعداً از اینا استفاده میکنیم که روی اینجاها بوتامونو قرار میدیم و وسایلمونو که بتونیم خوش بکنیم و برای آشپزی هم از اینها استفاده میکنیم که آویزون بشه، که یه نمونهش اونجا هست که آویزون بشه و ظرف غذا رو به اینجا آویزون بکنیم. اگر که فوکوس بشه پنیر رو هم بعداً قراره بیاد روش. پنیر پیتزاش، اینم پنیر چیکار کنم؟ بیار اون چیزه تو بیار. چیزام. سیب زمینی، لاشم، پنیر پیتزا. یه قول دیگه بزنه نمیشنه نه کاریش میشه کرد بعد پاشیم نه دیگه آره دیگه بخاطر نه هم همین لحظه میشه کاریش کرد در این لحظه یه این سیستم امشبمونه، گفتیم که میخوایم اینجا خیلی نشستنی نه، اینجا چون زمین خیلی گله، اگر که ببینید خیلی گله، هیزم و اینا جمع کردیم، یه کار خاصی نداریم، یه ایده ای دادیم، گفتیم اینا رو یه سری هیزم بچینیم اینجا که بتونیم پامونو دراز کنیم کنار آتیش بدون اینکه گلی بشه، که بتونیم یه خورده اینجا اینجوری به صورت راحت تو الان دراز بکش دیگه تو الان من داشتم چوب برمیتم آره. به دراز من گفتم احترام بذارم در فکر دراز بکشم ولی خب کار نهاییش اینجوریه خیلی هم کنار آتیشو
یکی از دلایلی که ما این سیستم رو درست کردیم همین بود، چون روی فایر باکس ها یا این زیر قمقمه من جا میشد یا زیر قمقمه متین، اینو درست کردیم که بتونیم همزمان که برای من آویزون میکنیم، چون من با این سیم مفتولی یه چیزی براش درست کردم، برای متین هم کنار باشه که غذامونو بتونیم با هم دیگه، یعنی همزمان با هم آماده بشه. حالا امشب امیدواریم که همزمان با هم آماده بشه دیگه. غذامون هم که همون منوی دیشبه، قراره که پاستا بخوریم، منتها پاستاش یه مدل دیگه است، پاستا آماده است منتها یه مدل دیگه است، یه طعم دیگه ایشه با بیکن که هم کربوهیدرات، چربی و پروتئین همش رو داشته باشه. بریم ببینیم که چی میشه. شاممون حاضر شد، اگر که داغ نباشه دیده بشه، پاستا و بیکن. حالا پاستا یه طعم دیگه است که نمیدونم چه طعمی، ولی بیکنش که بیکنه دیگه. بزنیم ببینیم که چی میشه. ساعت فکرم 11 الان باشه. 11 تا تونستم انجام بدیم و نه یه مقداری شد کنم هلوش 11 باشه. این ویدیو رو داریم میگیریم که صدای جوخ توش معلوم باشه. خب ساعت متین چنده؟ ساعت پنج. از ساعت 12 داره بارون شدید میاد. من در تلاش بودم که بخوابم، ناگهان دیدم یه صدای آدم داره میاد ساعت 5، و گویا که متین هم دیگه بعد خواب شده، شروع کرده بود به فیلم گرفتن. دیدم متین هم بیداره. حالا متین در تلاشه که آتیش رو روشن کنه. من که اصلا تلاشش هم نمی کنم متین تو این بارون آتیش رو بخوام روشن کنم. این ستاپ نانوی منه، یه دونه کیسه خواب 6 درجه است، یه زیرانداز بادیه، اینم که هیچی، و زیپش رو ببندم که شیره مشاره پیش نره. ستاپ داستانمون هم اینجوریه که از اینجا ها، از اینجا و اونجا بسته شده که سلام علیکم. چطوری؟ چیزی معلوم هستن؟ آره دیگه، روشن شد تقریباً، بارون هم که کم شده شدتش. اگر ببینید، ولی کم کم دیگه هوا داره روشن میشه. اینم کمپ ماست و
صبح به خاطر اینکه داشت بارون میومد گفتیم از فرصتی خورده استفاده بکنیم از این گوشه تارپ که داره آب میچیکه. بطریمو گذاشتم که بتونیم یه خورده آب تازه جمع کنیم. حالا اینجا رودخونه داره ولی یه حالا آب بارون نیاز به تسبیح زیادی نداره و دیگه حالا الان همه چیشو داریم، فقط یه بطری کافی بذاریم اونجا یه مقداری تا زمانی که بارون شدیده بتونیم آب جمع کنیم. ظرف یه لیتریه که من تقریبا نیم ساعت من گذاشتمش اینجا که فکر میکنم حدود 400 میلش پر شده با آب بارون که برای خوردن ازش استفاده بکنیم. اینم خب این سفر تموم شد، ما جمع کردیم. اینجا هم اونجاییه که ما، یعنی این سه تا درخت بود که سعی کردیم که تا اونجایی که میشد هیچ آثاری از خودمون نذاریم. ببینید مثل تقریبا مثل بقیه جاهای جنگله. حالا یه خورده خورده چوب اونجا ریخته که دیگه جارو خاک انداز نیاورده بودیم این دفعه که نمیشه دیگه اونا رو کاریش کرد، ولی دیگه تقریبا قابل تشخیص نیستش. سعی کردیم که برگردونیمش به حالت اول، اونم که مثل همه دوستان آشغالامونه. آره ایشالله بریم برگردیم و حرکت به سمت تهران. متین بره مشهد و منم برم خونه تا ببینیم که سفر بعدی چی میشه. ما جستیم از سری دوم بارون، سری چندم، پنجم، ششم، خیلی هم شدیده این دفعه. دیدیم ما رسیدیم به مناطق مسکونی که ماشین اونو پارک کرده بودیم. یه کم کم بریم ماشین اونو برداریم و برگردیم دیگه.